سازمان عفو بین الملل. رژیم ایران پس از 25 سال هنوز به دنبال محو کردن قتل عام زندانیان سال 1988 از اصفهان است. 28 اوت 2013 ششم شهریور 1392. قتل عام زندانیان سیاسی در ایران یک سیاست از پیش طراحی شده و هماهنگ در بالاترین سطح حکومت بود. بعد از تهاجم ارتش آزادی بخش ملی علیه رژیم ایران، زندانیان سیاسی طی دو موج اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه اعلام کرد رژیم ایران بعد از 25 سال هنوز به دنبال محو کردن قتل عام زندانیان سال 1988 از اصفهان است. در ماه اوت 1988، مرداد 1367، مقامات زندان بدون هیچ هشداری تمام دیدارهای خانواده‌های زندانیان سیاسی را قطع کردند. به بسیاری از خویشاوندان هرگز در مورد کشته‌ها یا اینکه عزیزانشان در کجا دفن شده‌اند چیزی گفته نشد. شورای امنیت ملل متحد برای آتش‌بس در ژوئیه 1988 فشار آورد. ارتش آزادی بخش ملی، یک نیروی نظامی که توسط گروه اپوزیسیون مستقر در عراق، سازمان مجاهدین خلق ایران تشکیل شده، دست به یک تهاجم مسلحانه علیه رژیم ایران از ناحیه غرب کشور زد. کمی بعد از آن، زندانیان سیاسی ایران طی دو موج اعدام شدند. عفو بین الملل گزارشی را در سال 1990 منتشر کرد که نتیجه گیری می کند این قتل عام زندانیان سیاسی یک سیاست از پیش طراحی و هماهنگ شده در بالاترین سطح حکومت بود. در دادگاه از اولین گروه در مورد وابستگی سیاسی آنها پرسیده می شد. آنهایی که جواب می دادند وابستگیشان به مجاهدین است به سوی اعدام فرستاده می شدند. از برخی پرسیده شد آیا آنها مایل به پاکسازی میادین مین برای ارتش جمهوری اسلامی هستند؟ از دومین گروه در مورد مذهب آنها سوال می شد و یک جواب منجر به حکم اعدام می شد.